خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی میگوید ابتدا یکی از تروریست ها در مسجد بدر در جنوب صنعا خود را منفجر کرد و نفر بعدی مردم را در زمان خروج از مسجد هدف حمله قرار داد مهاجم سوم نیز خود را در مسجدی در شمال پایتخت یمن منفجر کرده است اما خبرگزاری رویترز میگوید اجرای عملیات تروریستی دیروز صنعا توسط چهار مهاجم انجام شده است این نخستین بار است که این گروه مسئولیت حمله ای را در یمن بر عهده میگیرد تا به حال حملات یمن به طور عمده توسط القاعده انجام می شد. منصور هادی رئیس جمهوری یمن که در پی نارامی های ماه گذشته و کنترل صنعا توسط شورشیان حوسی به شهر جنوبی عدن گریخته است طی نامه‌ای که دیروز از سوی دفترش منتشر شد با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد و گفت این حملات با هدف به آشوب کشیدن کشور گسترش خشونت های مذهبی و قومی و نهایتا قلتیدن به ورطه جنگ داخلی انجام شده است انفجارهای روز جمعه در حالی رخ میدهد که اوضاع در شهر جنوبی عدن جایی که رئیس جمهوری یمن با آن گریخته است نیز ناآرام است نخست روز پنجشنبه کاخ محل اقامت ریاست جمهوری در این شهر هدف حمله هوایی مهاجمان قرار گرفت و سپس روز جمعه ساعتی پس از حمله به صنعا مهاجمان وابسته به القاعده 20 سرباز یمنی را در آن شهر به قتل رساندند یمن از سال 2012 ناآرام است در سال 2012 علی عبدالله صالح رئیس جمهوری وقت در پی اعتراض گسترده مردم از قدرت کنار رفت و اداره کشور را به معاون خود منصور حادی سپرد اما اختلافها ادامه یافت و شش ماه قبل آقای صالح در اعتلاف با شبه نظامیان حوسی آقای حادی را مجبور به استفا کرد کاوه ادیب صدای آمریکا واشنگتن